حواست توی خونه کاهکلی همه جمع زن و مرد و بچه با پیر و جوون تو شکر بغل هم مامان چیده بود برا بچه های مدرسه ای شاد شاد که دیگه فردا رو بیدار نمیشن ز خواب بابا بزرگ بچه ها داشت فکر میکرد تسبیح توی دستش ذکر میکرد یه جوون اومده بود واسه یه مرخصی یکی توی تولد بود یکی توی عروسی بچه طفل شیر خوره تو بغل مامانش با این حس امنیت که لولو نیاد سراغش بابای کوچولو چششو باز کرد پسر بچه هاشو بوسید و ناز کرد ولی میشو یه چیزی رو تو چشاشون درد کرد که امشب و بقیه یه شب و فرق کرد و همه چی به هم ریخت زمین خدا با اون عظمتش درزی آسمون داشت روی سر بم میچرخی دیوارای خونه ها داشت از هم دیگه میترکی از در دیوارای خونه ها داشت خون میچکی خونه های بی استخون نشست کرد خوابی صدای جیغ و داد آخ و نادر میشه چلید میشه ترس تو چشای تک تکشون واقعا دید همچنین صحنه ها رو از نزدیک دید مخش بکی که چند تو بنده خدا زیر آوار شدن شهید هیچکی نمیخواست بمیره چون همه بودن امیدوار یکی هنوز بود بدهکار یکی دیگه هم گناهکار توی مشیت خدا هیچ وقت نمیشه دست برد اونی که باید زنده بود اون که باید میرفت میمرد دختره که کوچولو گفت ماما میترسم با دو دستتو بیا بگیر تو دستم دویدن با هم سری رفتن توی حیات ولی عجل دیگه به اونا فرصت نداد پسر بچه های معصوم توی خواب کل خونه روی سر اونا شد خراب ولی بابا از این جون سالم به در برد پسر بچه هاشو از زیر خاک بیرون آورد اون با دست خودش اونا رو دفع کرد از خداوند بزرگ طلب عفو کرد که ای کاش که منم باشو میمردم نه اینکه آقا بد من دفنشون میکردم ولی حالا دیگه دیر شده بابای من دیگه از این به بعد نمیشنوی صدای من همش استرس صداهای تپش قلب صدای فریاد و باز بسته شدن در یکی میدوید به شهر یکی میدوید به غرب همه پا برهنه توی این هوای سرد یکی توی همین ماجرای پر از درد جون به جون آفرین تسلیم کرد همین یکی یکی یک و دو و سه و چهار حالا شمارشون رسید به 50,000 شهر بم با اون همه نعمات ارگ بم اون مزرعه مرکبات همه آدم های پرشور و بانشاد همه با هم دیگه رفتن زیر خاک خودتو آماده کن واسه جهاد دست بم رو بگیر واسه اتحاد اگه پول نمیتونی بدی دلداری بده مردم مملکتمونو یاری بده دستمون میره سمت آسمون که دیگه زلزله نیاد توی کشورمون بیرون